بیش از یک سال از حبس خانگی رهبران مخالفان دولت ایران می‌گذرد. حتی کسی نمی‌داند میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد کجا هستند. فرزندانشان گاه و بیگاه درباره سلامت آنها ابراز نگرانی می‌کنند. حالا سایت جرس از وبسایت‌های وابسته به اصلاح طلبان داخل ایران خبر داده که مدتی پیش مشتبه خامنه‌ای، پسر رهبر ایران، به دیدار آقای موسوی رفته و از او خواسته کوتاه بیاید. نزدیکان آقای موسوی میگویند او در آخرین تماس تلفنیش گفته مواضعش هیچ تغییری نکرده. این دیدار اگر صورت گرفته باشد چه معنایی میتواند داشته باشد و بحرانی که فرزند رهبر ایران از آن سخن گفته دقیقاً چیست؟ به این سوالات میپردازیم. ابتدا گزارشی ببینیم از نگین شیراقی. در یک سالگی حبسش در مکانی نامعلوم این مرد به سراغش رفته. مشتبه خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای، رهبر ایران. هدفش راضی کردن میرحسین موسوی به عقب نشینی از مواضعش. این روایت یکی از وبسایت‌های مخالفان دولت ایران است، سایت جرس، که توضیحاتش درباره این خبر چندان هم کامل نیست. میگوید مجتبی خامنه‌ای گفته شما کوتاه بیایید، وضعیت کشور خیلی بحرانی است. میرحسین پاسخ می‌دهد اولا پاسخ آنچه را شنیدم به مقام رهبری خواهم داد، به شرطی که در این دیدار هیچ کس غیر از من و ایشان حضور نداشته باشد. ثانیاً فرصتی به من داده شود تا در تلویزیون به صورت زنده با مردم سخن بگویم. ماجراگویی به همینجا ختم نشده. چند روز بعد میرحسین موسوی به فرزندانش پیغام داد که دخترانم، شما بدانید من بر سر مواضع پیشینم همچنان ایستادم و هیچ چیزی تغییر نکرده. بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران خیلی از خطها تغییر کرد. گروهی از کسانی که خودی بودند در زمره ناخودی ها قرار گرفتند. میرحسین موسوی هم گرچه در زمان نخست وزیری میانش با آیت الله خامنه ای شکراب بود، اما خودی بود و شورای نگهبان صلاحیتش را تایید کرده بود. اما پس از انتخابات و ماجراهای آن ناخودی شد و از سران فتنه. 20 ماه بعد او و همسرش در حصر شدند. آنگونه که سایت جرس میگوید بحرانی که ایران درگیر آن است، پسر رهبر ایران را راهی محلی کرد که میرحسین موسوی در آن نگهداری میشود. بدونی که بفهمن چیکار. البته چند روز بعد از این دیدار آیت الله خامنه ای در نماز جمعه وجود بحران در ایران را از اساس رد کرد. مسائل کوچک را نباید بزرگ کرد، القاء بحران نباید کرد. سعی میکنن با هزار وسیله اثبات کنند در ایران بحران هست. چه بحرانی؟ کدوم بحران؟ اینکه رهبر ایران وجود بحران را تایید یا تکذیب کند واقعیت را تغییر نمی‌دهد. اینکه ایران از نظر اقتصادی دچار مشکل است، نشانش بحران ارز و تورم روزافزون. اینکه ایران از نظر سیاسی هم با بحران روبروست، آن هم نه فقط از نوع داخلی و دعواهای سیاسیون با هم، که از نوع بحران بین المللی. تنگه هرمز هم که شاهراه نفتی است، به نظر نمی آید دیگر آن کارتی باشد که بازی را بتواند تغییر دهد. در چنین شرایطی می گویند سیاستمداران سبک سنگین می کنند، حرکات را دوباره می سنجند و گاهی حتی عقب می نشینند تا نتیجه بهتری بگیرند. سوال این است آیا آیت الله علی خامنه ای خواسته شطرنج سیاست بازی کند و حال که طرف مقابل وارد بازی نشده، حرکت بعدی آقای خامنه ای چه خواهد بود؟ نگین شیراقی، بی بی سی. دو مهمان برنامه، فاطمه حقیقت جو نماینده پیشین مجلس ایران و جمشید برزگر تحلیلگر مسائل ایران در بی بی سی اینجا در استودیو با ما هستند برای بررسی بیشتر این موضوع. با خانم حقیقت جو شروع می‌کنیم. خانم حقیقت جو، این خبر رو تنها سایتی که کار کرده وبسایت جرس هست، البته منابع دیگری هم اون رو تایید کردن، گویا شما هم بی اطلاع نبودید از اون. بله، خبر ملاقات مشتبه خامنه ای و آقای میرحسین موسوی تایید شده هست. و اطلاعات جزئیات دیگری دارید از این دیدار که به طور مثال اگر ما در خبرمون به اون اشاره نکرده باشیم؟ ببینید، از مدت‌ها پیش به دلیل شرایط بحرانی در کشور و همینطور انتخابات پیش رو، طبیعی هست که آقای خامنه‌ای در صدد بود که شرایط مناسبتری رو فراهم بکنه تا در واقع یک مهندسی مناسبتری برای انتخابات شکل بگیره. کما اینکه ما بارها و بارها
از زبان محافظه‌کاران میشنویم که میگویند اصلاح طلبان میتوانند ولی شرکت کنند و سخن از اصلاح طلبان بی خطر به میان میارند. بنابراین چون اصل این خبر در واقع این تلاش ها صورت گرفته که به شکل مرتب گفتگوهایی انجام گرفته با بعضی از کاندیداها، آقای دکتر ولایتی خیلی فعال بوده، با بعضی از افراد موسوم به اصلاح طلب گفتگوهایی کردن که اینها رو وارد بکنن، کاندیدا بشن. این افراد دقیقاً چه کسانی بودن؟ در بسیاری از شهرها با بعضی از افراد گفتگوهایی صورت گرفته توسط افراد مختلف. آقای ولایتی یکی از اون افراد هست. من حالا الان علاقه من نیستم لیست اون افراد رو بیان بکنم در اینجا. گفتگوهایی صورت گرفتن، بعضی از اینها رو راضی کردن که در انتخابات شرکت بکنن تا گفته بشه که اصلاح طلبان هم وارد میشن در انتخابات شرکت میکنن. بعضی از اونها هم در تهران و شهرستان ها اومدن. همچنین گفتگوهایی هم در سطح مقامات بالاتر بوده بین آقای خامنه‌ای و دیگران که در اونجا آقای خامنه‌ای بیان کردن که از نظر ایشون اشکالی نداره دیگران اصلاح طلبان بیان در این انتخابات شرکت کنن. حتی در این گفتگو گفته شده که خب اگر نظر شما چنین هست پس به شورای نگهبان بفرمایید و ایشون گفتن که من در کار شورای نگهبان دخالتی انجام نمیدم. بعد از اینکه دوره ثبت نام کاندیداها تموم شد، در یک دیدار دیگه به یکی از مقامات بسیار مهم آقای خامنه‌ای گفتن که پچه شد چرا اصلاح طلبا شرکت نکرد. خب اگر برگردیم به این دیدار مشخص، دیدار مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر ایران با آقای موسوی، آقای برزگر فکر می‌کنید این دیدار چرا انجام میشه؟ خب ببینید به هر حال این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که فعلا دستگاه‌های رسمی، رسانه‌های نزدیک به حکومت در جمهوری اسلامی یا مقامات مسئول در این زمینه هیچ نوع اطلاع رسانی نکردند. البته همونطور که خانم حقیقت‌جو تایید کردند اصل این ملاقات رو یا سایت جرس، ما هم با منابع دیگری در واقع صحبت کردیم و منابع دیگری هم اصل دیدار آقای مجتبی خامنه‌ای با آقای میرحسین موسوی رو در گفتگو با ما تایید کردن، اما به دلایل امنیتی عمدتاً حاضر نشدن گفتگو بکنن یا جزئیات بیشتری رو پخش بکنن که با توجه به شرایطی که الان در جمهوری اسلامی هست فکر می‌کنم این نگرانی قابل درک است از طرف اونها. اما اگر این اتفاق به هر حال این دیدار صورت گرفته باشه و اون بحث هایی که مطرح شده همون باشه که در اون دیدار صورت گرفته، به نظر میرسه که وضعیت خاصی که جمهوری اسلامی و رهبرانش در حال حاضر با اون مواجه هستن، هم در عرصه داخلی که با یک وضعیتی به نام انتخابات و پراکندگی و افتراق‌های درونی خودشون مواجه هستن و هم افزایش محسوس و چشمگیر فشارهای بین‌المللی بر ایران، میتونه در واقع محور این گفتگو باشه که از آقای موسوی خواسته شده باشه که به نوعی بیاد و تلاش بکنه که نوعی انسجام یا اتحاد ملی یا آغازی برای رسیدن به یک دولت آشتی ملی به عنوان مثال صورت بگیره که با ایجاد اون اتحاد و انسجام بتونن از این بحران و از این شرایط فعلی عبور بکنن. این میتونه یکی از انگیزه های اصلی باشه. شاید انگیزه های فرعی دیگه هم باشه، مثلا اینکه گفته بشه، ما نمیدونیم واقعا، اینا یک مقداری حدسیات هست، که به آقای موسوی گفته شده باشه که شما از خواسته هاتون کوتاه بیاید و مثلا رفع حصر صورت بگیره. این در این زمینه خب باید اطلاعات بیشتر. شرایط ساده نیست، خیلی پیچیده تر شده، مخصوصا هر چقدر که زمان گذشته در طی این دو سال. چه فرمولی میشه براش متصور شد خانم حقیقت‌جو؟ یعنی آقای موسوی چطور میتونه اگر بخواد به اون چیزی که آقای خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای گفته، حل بحران، چطور میتونه کمک کنه؟ ببینید حتما نقش آقای موسوی نقش بسیار مهم نیست، ولی من برداشتم این نیستش که آقای خامنه‌ای دنبال این هستش که با فعال کردن آقای
موسوی زمینه آشتی ملی رو فراهم بکنه، برای اینکه در طول دو سال گذشته آقای خاتمی رئیس جمهور سابق تمام تلاششون رو انجام دادن، گرچه مورد انتقادهای بسیار زیادی هم قرار گرفتن تا زمینه این آشتی ملی رو فراهم بکنن. سه تا شرط بسیار ساده گذاشتن: آزادی آقای موسوی کروبی، آزادی زندانیان سیاسی، انتخابات سالم. ولی متاسفانه آقای خامنه‌ای تن به چنین شرایطی نداد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که آقای خامنه‌ای اساساً دنبال بازی معنادار در واقع گرایش‌های مختلف سیاسی در کشور هست. ایشون می‌خواد یک نمایشی از رقابت در جامعه فراهم بکنه. حتی این لیستایی هم که اصولگرایان تقسیم شدن، گرچه اختلافاتی وجود داره، ولی در واقع ایشون می‌خواد که مثل مدلی که بنیانگذار جمهوری اسلامی با مجمع روحانیون و جامعه روحانیات مبارز طیف راست و چپ انقلاب رو درست کرد، ایشون هم علاقمند هستش که با محوریت دو روحانی، مصباح یزدی و مهدوی کنی، یک طیف چپ و راست جدیدی رو باز تعریف بکنه، به گونه ای که اینها در زیر نظر خودشون در یک شرایط بسیار محدود به رقابت درونی بپردازن و در واقع به تبعیت محض از دیدگاه ها و سلیقه های شخص آقای خامنه ای بپردازن، ولی در این حال علاقمند هست که بخشی از اصلاح طلبان رو هم درگیر بکنه تا از این بحرانی که کشور در حال حاضر در طول دو سال گذشته باهاش مواجه هست راحت تر عبور بکنه. و شرایط فعلی آقای خامنه ای مثل استخوان در گلوس که در واقع خیلی راحت نمیتونه شرایط موجود رو مدیریت بکنه به دلیل تصمیمات غلطی که خودش گرفته. آقای برزگر چی فکر میکنید بخشی از موضوعاتی که خانم حقیقت جو بهش اشاره میکنن بازگشت این توده ها و درگیر شدن دوباره اونها هست در اوضاع مملکت؟ ببینید به یک معنا من فکر میکنم که شاید مسیر طبیعی همین باشه که خانم حقیقت جو گفتن، یعنی در شرایط فعلی آیت الله خامنه‌ای به دنبال ایجاد یک آشتی ملی نباشه، چون اساسا فکر میکنه نیروی رقیبی وجود نداره، یا اون اگر نیروی رقیبی هم هست باید آنچنان ضعیف بشه که اساسا بحث یک آشتی ملی موضوعیت پیدا نکنه. اما این در یک شرایط طبیعی شاید اینطوری باشه. من فکر میکنم این احتمال رو هم باید در نظر گرفت که اگر یک فشار بین المللی یا اون چیزی که رهبران جمهوری اسلامی، فرماندهان نظامی و مسئولان اقتصادی به صراحت در هفته و ماه‌های اخیر گفتند که ایران با تهدید مواجه است، حالا این تهدید میتونه نظامی باشه، اقتصادی باشه، اگر این تهدید بالفعل بشه، موجودیت پیدا بکنه و این عامل سوم وارد بشه به عنوان یک عامل خارجی، میتونه معادلات رو تغییر بده. شاید در اونجا این گزینه دور نباشه از چشم به هر حال تصمیم سازان سیاسی در جمهوری اسلامی، که به هر حال برای حفظ کلیت نظام خب بهتره که یک توافقاتی در داخل صورت بگیره. اما این واقعیت وجود داره که همه چیز فقط به خواسته حاکمیت هم مربوط نمیشه. امروز مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در دورترین فاصله خودشون از حاکمیت قرار دارن. در بحران‌های قبلی در سال‌های گذشته همیشه ما شاهد بودیم، خیلی خلاصه این رو بگم که مخالفان می اومدن در بحران‌ها میگفتند که بیایید آشتی ملی، دولت آشتی ملی داشته باشیم تا از بحران عبور کنیم، ولی الان این خواسته از اونها مطلقاً مطرح نمیشه. خیلی کوتاه اگر بپردازیم به این موضوع که یک سال از حبس خانگی رهبران مخالفان دولت ایران میگذره، اگر این دیدار صورت گرفته باشه، به طور مثال آقای امیر حسین موسوی بعد از این یک سال جایگاهش چه خواهد بود؟ خانم حقیقت‌جو خیلی کوتاه از شما میپرسم. ببینید من فکر میکنم که تصمیم آقای موسوی تصمیم بسیار درستی بوده که خواستار گفتگو مستقیم با مردم و خواستار گفتگو مستقیم با در واقع رهبری شده. این بحران به دست رهبری ایجاد شده، ولی خب باید گفتگوها و مذاکراتی طبیعتاً بین منتقدین و در واقع رهبری صورت بگیره و مشارکت مردم، مشارکت معنادار و واقعی باشه، حقوق مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته بشه و انتخابات واقعی در کشور شکل بگیره. من فکر میکنم اینها موارد
موردی خواهد بود که آقای موسوی روش به شدت تاکید میکنه و بدون تردید کسی نمیتونه این بحران رو حل بکنه جز شخص آقای موسوی. تا زمانی که آقای موسوی و کروبی فعال نشن، از هست در نیان زندانیان سیاسی آزاد نشن، مشکل حل نخواهد. آقای برزگر خیلی کوتاه شما بگید. منم فکر میکنم آقای موسوی یا آقای کروبی خب به عنوان رهبران معترضان جایگاه خودشون رو دارن و اهمیت خودشون رو، اما اونها تنها بخشی از یک مجموعه به هم پیوسته هستن. بحث آزادی زندانیان سیاسی مطرح هست، بحث انتخابات هست، تکلیف اینکه انتخابات 88 چه شد هنوز مبهم هست برای اونها. مجموعه به هم پیوسته از اینها هست که تنها در واقع یک دیالوگ با آقای موسوی این میتونه آغاز یک پروسه طولانی تر باشه، نه اینکه به تنهایی خودش تغییر عمده در وضعیت ایجاد بکنه. خیلی ممنونم از شما جمشید برزگر اینجا در بی بی سی با ما و فاطمه حقیقت جون نماینده پیشین مجلس ایران. متشکرم.